به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. مولوی محمد رحیم ذوالفقار، عامر و معاون فرماندهی امنیت طالبان در قندوز، گفته است که مسلمانان سایر کشورها حضرت رژیم این گروه را میخورند، زیرا این رژیم تحت رهبری مولاها اداره می شود. این مقام طالبان یک شنبه در جریان سخنرانی خود در هتل قندوز افزوده است که رژیم آنان در میان کشورهای اسلامی پیشتاز از و بسیاری از مسلمانان به آن حضرت میبرند. وی خاطر نشان کرده است که در نظامهای دیگر مردم به دلیل وجود استبداد نمیتوانند صدای خود را بلند کنند. ذوالفقار همچنین گفته است با آنکه کشورهای اسلامی از لحاظ اقتصادی، نظامی و تکنولوژی پیشرفته امکانات زیادی دارند، اما اگر تمام دنیا را بگردیم نمیتوانیم چنین نظامی را پیدا کنیم که در رأس آن علمای دینی قرار داشته باشند و یک رهبر مشروع داشته باشند. این در حالی است که بیشتر کشورهای اسلامی طالبان را متهم به اجرای سختگیرانه ترین نسخه شریعت اسلامی کرده و بسیاری از فرمانهای رهبر این گروه را خلاف شریعت خواندند. پیش از این سازمان همکاری اسلامی سیاستهای طالبان از جمله ممنوعیت آموزش دختران و منع کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی را محکوم کرده بود. منابع در بادغیس میگویند که 23 نفر پس از خوردن غذا در یک مراسم عروسی در ولسوالی دره بوم این ولایت مسموم شدند. این افراد روز یکشنبه در روستای خلقی ولسوالی دره بوم مسموم شدند. ریاست صحت عامه طالبان در بادغیس نیز مسموم شدن این افراد را تایید کرده است. این ریاست گفته است که آنان به مرکز بادغیس منتقل شده و تحت مراقبت قرار دارند. افراد مسموم شده شامل مردان و کودکان هستند. هنوز علت دقیق مسمومیت این افراد روشن نیست. پیش از این نیز موارد مشابه از شماری از ولایت‌های کشور گزارش شده است. انفجار مهیب باز از افغانستانی‌ها قربانی گرفت. منابع در سرپل و افغانستان انترنشنال گفتند که بر اثر انفجار روز یکشنبه در مرکز این ولایت دست کم 2 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. طبق اظهارات منابع طالبان 2 نفر را به دلیل فیلمبرداری از محل حادثه لطکوب و بازداشت کردند. این انفجار بعد از ظهر روز یکشنبه در میدان گذر شاهان در نزدیکی مرکز ولایت سرپل رخ داده و مجروحان به شفاخانه مرکزی شبرغان منتقل شدند. پس از این انفجار طالبان 2 تن از ساکنان ولسوالی سرپل را به خاطر تصویربرداری از محل حادثه لطکوب و بازداشت کردند. مقام‌های طالبان تاکنون درباره این انفجار اظهار نظر نکرده و تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. برخلاف ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت سراسری در افغانستان، اخیراً درگیری‌های مسلحانه و انفجارها در این کشور افزایش یافته است. جبهات مخالف طالبان اهم از جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی سلسله عملات خود را علیه مواضع طالبان در نقاط مختلف کشور افزایش داده است. گزارش های زد و نقیز از شمار تلفات انفجار در سرپل. منابع محلی بر روزنامه اطلاعات روز آمارهای زد و نقیز را از شمار تلفات انفجار یکشنبه در مرکز سرپل ارائه کردند. یک منبع بر روزنامه اطلاعات روز گفت که در این انفجار دست کم 2 نفر شامل یک زن و یک کودک کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته این منبع وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است. اما یک منبع دیگر بر روزنامه اطلاعات روز گفت که در این انفجار 16 نفر زخمی شدند که وضعیت 2 نفر آنان وخیم است. پیش از این منابع دست کم زخمی شدن 10 نفر بر اثر این انفجار را بر روزنامه اطلاعات روز تایید کرده بودند. این انفجار حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر یکشنبه در چوک گذر شاهان شهر سرپل رخ داده بود. منابع گفتند که این انفجار ناشی از بم جاسازی شده در یک بایسکل بوده است. مسئولان محلی طالبان در سرپل تاکنون در مورد این انفجار اظهار نظر نکردند. تاکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و در پایان، دانشجویان دانشگاه شیخ زاید از عکاسی و فیلمبرداری منع شدند. منابع یکشنبه بر روزنامه 8 صبح گفتند که مسئولان این دانشگاه به دانشجویان هشدار دادند که در صورت سرپیچی از این دستور مجازات خواهند شد. این دستور به دانشجویان دانشکده خبرنگاری ابلاغ شده است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.